سلام عرض می کنم به خدمت بیننده های محترم و گرامی. من کشیش تت استوارت هستم و شما را خوش آمد بگم به این برنامه ازدواج مسیحی و در خدمت برادر بهرام هستم، خواهرکیا هستم. منم خدمت شما بعد از تت سلام میگم، همچنین بینندگان عزیز که تونستیم بازم با قوت خداوند یه بار دیگه اینجا در حضورتون باشیم. منم سلام میگم به شما برادر تت و به بینندگانی که اینجا با ما هستن و چقدر خوشحال هستم که این برنامه رو ما تونستیم برگزار بکنیم و چه چیزای جالب و خوبی ما تا حالا یاد گرفتیم. آمین آمین. و فکر کنم یه موضوع شاید فقط مونده که زیاد روش کار نکردیم و اون موضوع طلاق و چرا خدا اینقدر متنفر این طلاق هست. میدونیم که بعضی بیننده ها شاید طلاق گرفتن و نمیخوام اونا فکر کنن که فیض و رحمت خدا نیست، اما میخوایم که مطالعه‌تر بکنیم که چقدر این ازدواج بر چشم خدا محترمه، که ما باید بدونیم که چرا خدا دوست داره که وقتی ما عقد میکنیم در عیسی مسیح با وفا باشیم به همدیگه به نسبت به تمام مشکلات. و من فکر کنم این برنامه کمک میکنه، نه؟ دو نفر اگر در سختی هستن با همدیگه یا چالش زیاد دارن، فکر کنم این برنامه و کتابی که من نوشتم خیلی باعث کمک اون میشه. شما کمک گرفتید کمی تو این برنامه برام؟ خیلی خیلی واقعا تشویق شدم که تو این راهی رو که با کیا جان توش هستیم واقعا قدرت خداوند رو ببینیم و ببینیم که خداوند کار میکنه و زندگی زناشویی ما رو برکت میده. آمین آمین. شما چی کیا جان؟ بله، من فکر میکنم هر زن و شوهری با هر سالهایی که با هم ازدواج کردن حتما روزایی بوده که فکر طلاق میکنن، که فکر میکنن که من دیگه نمیخوام تو این زندگی باشم. بله. و ممکنه دلیلای مختلف باشه که نکرده باشن، فشار خانواده باشه یا دلیلای مختلف باشه، ولی خوبه بدونیم خدا نظرش چیه و چی میگه تو کتاب راجع به طلاق. من کنجکاوم اینو یاد بگیرم. اوکی. پس برام جنگ شما لطف کنی به ملکی باب 2 آیه 13 تا 16 شاید عمیق‌ترین و خلاصه‌ترین نظر خدا اونجا نوشته شده راجع به طلاق. 100%. کلام خداوند می‌فرماید: شما همچنین قربانگاه خداوند را با اشک‌هایتان پر می‌سازید و ناله و زاری می‌کنید، زیرا او دیگر قربانی‌هایی را که شما می‌آورید نمی‌پذیرد. می‌پرسید چرا او قربانی‌های ما را قبول نمی‌کند؟ چون شما پیمانی را که با همسرتان که در جوانی با او ازدواج کردید شکستید و خداوند شاهد این پیمان شکنی می باشد. آیا خدا شما را یک تن نساخت؟ آیا در جسم و در روح شما یک نیستید؟ اینک خدا از شما چه انتظاری دارد؟ اینکه فرزندان خداشناس داشته باشید. پس مواظب باشید که به همسرتان خیانت نکنید. خداوند خدای اسرائیل می‌فرماید: من از طلاق نفرت دارم، همچنین از کسی که در حق زن خود ظلم می‌کند. پس مواظب باشید که به همسرتان خیانت نکنید. اینجا خداوند خیلی رک یه سری چیزا رو میگه که برای او سنگینه که انسان وقتی که طلاق می‌گیرن. شما چه برداشتی می‌کنی از این آیه ها؟ یعنی چرا خدا متنفره از طلاق؟ طلاق از این لحاظ خداوند ازش متنفره برای اینکه یه چیزیه که خودش به وجود آورده. این با دست انسان به وجود نیامده که به دست انسان هم از بین بره. یعنی شخصیت خدا و شهرت خدا توی این عمل هستش و خدا نمیذاره که اسمش پایمال بشه. یعنی نمیاد یه پیوندی رو خودش بیاد وسط بعد اون وقت از بین ببره. پس شهرت و قدرتش تمام زیر سوال میره. پس میگه که شما با قدرت خودتون نمیتونین اینو عهد نگه دارین، ولی من اگر عهد برای شما به وجود آوردم خودم هم اونو نگهداری میکنم. وقتی میگه من شاهد بودم، فکر میکنی منظورش چیه که خدا میگه من شاهد بودم؟ خدا من وقتی به یه چیزی شاهده، به نظر من هم اون چیزی که شاهد هست چیز مقدسیه، چیز مهمیه واسه خداوند. و
خودش یه دورش یه چیزی میکشه که حفظش میکنه و میگه این مال منه، من شاهد هستم و همینجوری که بهرام جان گفت من اینو به وجود میارم. پس یه چیز خیلی بزرگ و عظیمی انجام شده. به نظر به یاد میافتم اون تناب سه بند، بله، که میگه یعنی از اول خدا شاهد بود و خودش هم تمام راه بوده، چیزی که خودش به وجود آورده که خودت فرمودی، خودش هم شاهده. پس وقتی ما پیمان به هم دیگه میبندیم چیز فرق خصوصی نیست، خود خدا اونجا شاهده. بعدم میگه این طلاق یک لطمه میزنه به اون ایمانی و اون اطمینانی که یک مرد و زن به هم دیگه داشته، نه؟ بله بله. و اون پیوند و اون بچه هایی که از این پیوند به وجود میان، اون یک تن شدن، گفتش که شما دو تا تن هستین که وقتی ازدواج میکنین یه تن میشین. پس وقتی که آدم یه تن میشه، من الان بدن هر کدوم از ما وقتی که یکی هست اگه بخواد پاره بشه خب از بین میریم. بله. وقتی که خدا دو تا تن رو یه تن میکنه، پس جدا شدنش غیر ممکن میشه. واسه همینه که خداوند نمیخواد این صورت بگیره. پس واقعا یه چیز جدید به وجود آورده، یک تن. و در نظر خدا این نباید جدا باشن، چون که این جدا شدن همونطوری که گفتی اون تن پاره میشه. و خب همچنین یه ضربه به بچه ها میخوره، سختی هایی که هست وقتی که این اتفاق میشه. و هم میگه که یه خیانت به همدیگر هست که ما خود ما را سپردیم به یه نفر، یه تن شدیم، بعدن الان میخوام پارش بکنیم. خیلی خیلی سخته. بعدم نتایجی که داره، خب حالا بالاخره هر گناهی من فکر میکنم یک نتایجی داره، و نتایجی که وقتی که طلاق به وجود میاد، ضررش به بچه ها میخوره، از لحاظ مالی ضرر میکنن، اینا همه پشبندشه. یعنی بدون کانسکوئنس نیستش طلاق، بدون نتیجه ای نمیمونه این. نه، نه، نه. و منم یه دلیل دیگه هست که خدا به خاطر میگه سه بندیم، میگه که دلیلی که من ناراحت هستم چون که من این توانی به شما میدادم که شما با هم بمونید اگر از من میخواستید، اگر سخت دلی نمی کردید، اگر مغرور نبودید، اگر خیلی مثلا عصبانی نبودید، حاضر بودید تسلیم باشی من، من میتونستم این رابطه را شفا بدم. خیلی ها فکر کنم به لب طلاق رسیدن. یادم بود یه آقا آمد پیش من گفت زنم طلاق بخواه. گفتم باورش کردی؟ گفت بله. گفت چرا باورش کردی؟ این نمیگه میخواد طلاق بگیره، میگه ما مشکل داریم، اینا رو باید حل کنیم. ما خیلی زود میپریم به طلاق و خیلی وقتا که تا یه بس میشه، دعوا میشه، میخوام به طلاق بدم. اما این حرفا خیلی خیلی سنگینه که این حرفا رو به همدیگه بزنیم. واقعا امیدوارم که عزیزان که گوش میکنن کلام طلاق را به کار نبرن، چون که یک خیانتی هست واقعا. شما دیدی که حتما دیدی زمانایی که شاید فکر میکردی ازدواج مثلا موفق نمیشه یا خیلی وقت سختی بود، اونجا دیدی که چجوری خداوند دخالت کرد و کمک کرد یا؟ بله، خداوند همجور که میگین میخواد کمکش رو برسونه به زن و شوهره که بتونن ادامه بدن. خدا میدونه که این پیوندی که یه زن و یه مرد با هم میبندن باعث مشکلات و سختی پیش میاد. این بیخبر نبود از این. و این کمک رو میرسونه به ما. من میبینم اون موقعی که واقعا احساس میکنم به بنبست رسیدیم، بعضی وقتا نه من با حرفم نه بهرام یا احساسا انقدر قاطی شده که نمیدونیم بعد چی کار بکنیم، فقط تو دلمم حتی از خدا کمک میخوام و یه دری رو باز میکنه، یه آرامشی رو میریزه، یه جوری که اصلا به عقل خودم نمیرسه، ولی خداوند یه دری رو باز میکنه. میتونم ساعتها بشینم براتون تعریف کنم موقعی که اینجوری شده، ولی اینو با اطمینان میتونیم بدونیم که میرسونه کمک. شما هیچ وقت به جای ناامیدی رسیده بودی گاهگاهی که فکر میکردی شاید ارتباط موفق نمیشه و چی شد برای شما؟ خب وسوسهش میاد که آدم ناامید بشه، ولی وقتی که آدم اعتمادش به خداوند باشه، مثل هر وسوسه دیگه، وسوسه های مالی هست، وسوسه جنسی هست، این وسوسه ها رو وقتی که ما زیر صلیب عیسی مسیح میبریم،
میتونیم اون امید رو داشته باشیم که همون اون ما رو از اون خطرات بجد. منم شده یه بعضی موقع گفتم آی این خیلی زندگی سخته، اگه تنها بودم راحت تر بود، ولی خب اینا تمام میدونم که زود گذره و فقط یه وسوسه است، ولی میدونم امید دارم که خداوند میتونه عوض بکنه موقعیتو. و فکر نمیکنی یه راه دیگر هم هست؟ اگر نتونستیم خود ما به خود ما برسیم با خداوند، بریم به طرف کلیسا، به طرف مشاور. چند بار تو زندگی خودم به جای رسیدم که خیلی سخت بود با همسرم، رفتیم پیش مشاور برای یه دوره، با ما دعا کردن، کمک ما کردن که اون چیزایی که خود ما نمیتونستیم درست کنیم کمک کردن. نباید خجالت بکشیم رفتن کمک گرفتن از یه برادر خواهر برای ازدواج. نه، برای اینکه این چیزی که اول متوجه میشیم، میبینیم که این مشکلایی که ما داریم چیز غیر عادی نیست. هیچی نیست که ما حرفمون بشه یا مشکلی بشه، که حتی بدترین هم که فکر میکنیم خیلی ها دورورمون همین تجربه رو دارن، و وقتی میبینیم که اونا تونستن حل بکنن، اونا تونستن دووم بیارن، چرا ما نتونیم؟ و واقعا با گفتن و حرف زدن یه باری کم میشه ازمون، و اون فیض خدا برمیگرده و رو ما میریزه که بتونیم ادامه بدیم. واقعا. و وقتی من فکر کنم به همدیگه ثابت میکنیم که هر اتفاقی باشه، هر سختی بیاد، مریضی، کمبود، دعوا، ما از همدیگه جدا نمیشیم و با موندن اونجا هم ما ساخته میشیم، همون همسر ما ساخته میشه و هم یه جلال خاصی فکر کنم به دنیا نشون میدیم. الان دنیا تا اتفاقی مقدار سنگین میشه، طرف میگه او اشتباه کردم، نمیتونم تحمل کنم. و نصیحت دنیا معمولا چی هست در این مورد؟ دنیا چی میگه به ما وقتی که برخورد سختی داریم تو ازدواج برام؟ میگه دنیا به آخر نرسیده، زندگی راحتی میتونی داشته باشی، چرا اینقدر به خودت زحمت میدی، چرا اینقدر فشار تحمل میکنی، انقدر آدمای دیگه هستن که برات، مردای دیگه هستن که میتونن نیازهاتو برآورده کنن، با چی انقدر به خودت زحمت میدی؟ حتما یکی میگه برام تو زن منو نمیشناسی، چون نمیدونی چه سختی هایی کشم، چقدر این زن اذیتم کرده. چه بهش بگیم وقتی که طرف اصلا دیگه ناامید شده؟ من میگم اون زنای بعدی هم همینو دارن. یعنی اگه فکر میکنی که این زن انقدر سخته، فکر نکن که یه زن دومی برات راحت تر میشه. و این فقط باید خودتو درست بکنی، نه زنا رو عوض بکنی. بالاخره زنا کمبودایی دارن و این نباشه یکی دیگه هست با همون مشکلات. فکر نکنی که جواب مشکلات من زن عوض کنم، یعنی من اینو بذارم کنار یکی دیگه بگیرم، چون که من مشکلات خودم با خودم میارم و دوباره شاید همون مشکلاتی که در ازدواج اولی بود دوباره تکرار میشه. نه من عوض میشم یا شاید این زنام عوض نمیشن. و فکر کنم این اثر نتیجه طلاق واقعا یک روی آدم میشکنه، آدم یه مقداری هویتش زیر سوال میاد، تو اجتماع شاید سختی رو بیشتر بکشه. بله. سندرس. خیلی خب، پس میدونیم که خدا طلاق را قبول دوست نداره، اما کسی که طلاق گرفته خداوند میبخشه و فیض میده. و من میتونم بگم که من میدونم خیلی ها در طلاق مسیحی شدن، یعنی این طلاق اینقدر تکون دهنده بود، اینقدر اونا رو خورد کرد که واقعا به سمت خدا آمدن. و اگر گوش کنید خیلی ها به خاطر شکسته های زندگی به سمت مسیح رفتن. پس میدونیم که خداوند از مشکلات ما، از سختی های ما، از چالش های ما هم استفاده میکنه برای پیشرفت ملکوت خودش. آمین. پس چه نصیحتی داری برای زنی که میگه نمیدونیم مرد چقدر سخت دله، مغروره؟ چه نصیحتی بهش دارید؟ من نصیحت هم همین هست که خداوند قلب شوهرت در دست خداوند هست. و خدا میخواد اون آدمی که شوهرتو ساخته میبینه و میخواد شوهرت اون آدمی باشه که محبتو میدونه و فیضو میدونه، و براش دعا کن، براش دعا کن و خدا جواب دعا میده. برام یه دعای کوچیک بکن برای اون زوجا که الان نگاه میکنن و واقعا شکست دارن و مشکلن، یه دعای کوچیک برای اینو بکنن. پدر جان شکرت میکنیم که تو خالق ازدواج هستی،
شکرت میکنیم که هر ازدواجی که در زیر نام تو باشه، تو خودت اونو با خون خودت مهر کردی. خداوندا تمام بینندگانی که خداوندا قصد ازدواج دارن و یا در یک ازدواج سخت قرار دارن، خداوندا از طریق خون عیسی مسیح اون ازدواج رو برکت بده و مشکلاتشون رو خداوندا تو میدانی و خودت با حکمتی که به اونا میدی اون ازدواج رو ترمیم بده، شفا بده، قلبهاشون رو ترمیم بده، که همه اینا رو در نام یگانه منجی عالم عیسی مسیح میطلبیم. آمین. خب دوستان، امیدوارم که از این قسمت اول استفاده کردی و بعد از چند لحظه دوباره در خدمت شما هستیم. دوستان، خوشحالیم که دوباره با ما هستی در این بحث خیلی مهم که نتیجه طلاق چی هست و چرا خدا متنفر طلاق هست. خدا متنفر طلاق هست اما متنفر طلاق کردن نیست، یعنی خود انسان را به خاطر این یه اشتباهی، یه گناه بزرگی، اما خدا محبتش را کم نمی کنه، نه؟ اما چرا بعضی وقت من احساس بکنم تو کلیساها وقتی یه نفر طلاق بگیره، حالا به چه دلیل، ما اونه اونطوری که باید بپذیریم و قبول کنیم، یعنی کم پایین نگاه میکنیم، قضاوت میکنیم. چرا این کار میکنیم برام و چه باید بکنیم؟ به نظر من طلاق هم مثل هر گناه دیگه باید توبه بشه و خداوند قلب توبه کار رو قبول میکنه. و اگر خدا یه نفری که توبه کرده و خدا گناهشو بخشیده، ما کی هستیم که نبخشیم؟ پس کلیسا چون جاییه که همه دلشکسته ها، همه گناهکارا میان، به نظر من این درست نیستش که یک کلیسا اون آدم ها رو به حالت حقیرانه نگاه بکنه، بلکه باید کمکشون کنه، بهشون امید بده و بدونه که خدا بخشیدتشون و میتونن یه زندگی جدیدی رو در زیر فیض خداوند شروع بکنن. من اسم بکنم بعضی وقتا در این مورد یک خیلی شریعتی هستیم، یعنی بگیم تو گناه کردی، افتادی، نتونستی اون را را برید و به خاطر اوش تو ارزشت کمتره در بدن، یا بیشتر مردم ترک اون کسی میکنن، دوستی نمیکنن. و پولس رسول میگه که علامت رشد یک کلیسا این هست که ضعیف ترین عضوش را چجوری باش برخورد میکنه. و نه اون کسی که خیلی قویه در مسیح، موفق هست، اون کسی که افتاده، اون کسی که شکست خورده، اونو چجوری میپذیریم، اونو چجوری باش کار میکنیم. من فکرم قیمت برای زنا شاید بالاتر باشه در طلاق، و مردا راحت تر میرن یه زن دیگه میگیرن، اما در نظر شما چه اثر سختی روی زنها میفته وقتی که طلاق میشه برای زن؟ میدونی ما تو این چند جلسه یاد گرفتیم، هم از صحبت هامون هم از کتاب مقدس، که زن لطیفه، زن احساساش لطیفه و به این دلیل ممکنه زودتر شکست میخوره وقتی موقعیت زندگیش خراب میشه. و زنم یه احتیاج بزرگش به امنیته، امنیت داشتن تو زندگیش، تو آیندهش، و خداوند شوهر رو براش گذاشته که پوشش باشه روش. بنابراین وقتی این پوشش از بین میره، زن یه جورایی بیشتر صدمه میخوره و خب این خیلی سخته واسه زن. همینجور که صحبت کردیم، یه طلاق یه پاره شدن بدنه، یک بدن پاره شدنه. مثل من همیشه میکردم، طلاق یعنی مثلا من دستمو یکی بیاد پاره بکنه، یا پامو یکی بیاد پاره بکنه، خب ناقص میشیم. نمیتونیم اونجوری قبلا بودیم دوباره انجام بدیم زندگیمونو.
و یه جورایی یه مرد ممکنه بدون یه دست بدون یه پا جامعه بیشتر قبولش داره، ولی یه زن واسه هر دلیلی سخت‌تر قبول میکنن. واقعا واقعا. و فکر کنم نه تنها مشکلات روحی هست، مشکلات اقتصادی هست. حالا یه زن بله. با چند تا بچه چجوری خودش زندگیش بچرخه؟ باید اگه بخواد بره کار کنه خیلی فشار هست. من فکر کنم هم تناست، همین بچه ها معمولا پیش مادر میمونن، همچنین که باید با نیازهای خودش که زخمی شده بلند شه بره کار کنه و خیلی فشار روش هست. بله خیلی. و این اقتصادی بله. بعدا فکر میکنی روی بچه ها طلاق چه اثری میذاره؟ من خودم نظرهایی دارم، اما برام شما چه نظری داری؟ یعنی من دیدم اونایی که در یه خانواده بزرگ شدن که پدر نبود یا مادر نبود، و وقتی اگر میتونن به خاطر بیارن اون زمانی که پدر مادر از هم دیگه جدا شدن، در نظر شما چه اثری، چه دردی روی بچه ها ایجاد میکنه؟ والا من یه آماری خونده بودم که درصد بچه‌هایی که از زندگی‌هایی که طلاق گرفته بیرون میاد که به زندان میافتن، به کارهای خلاف میافتن، خیلی بیشتر از بچه‌هایی که توی زندگی خانواده‌های معمولی به وجود میان و اونجا هستن. پس میتونیم نتیجه رو بگیریم که وقتی که یک طلاق به وجود میاد، بچه‌ها خیلی آسیب پذیرترن، خیلی اون پوششو ندارن، اون پدر نیست، اون مادر 100% روشون نیست، و خب تو جامعه هم گرگای زیادی هستن و اینا میان و این بچه ها رو میگیرن افکارشونو و به راه های خلاف کشیده میشن و خب زندگی ها اینطوری نابود میشه، چه دخترش چه پسرش. و خداوند به خاطر همین هم هستش که میگه طلاق متنفرم، که میدونه که نسل های بعدی هم این کرس، این لعنت طلاق روشون میمونه و بچه‌هایی که به وجود میان از دوبر کشیدن، احساساتشون کشیده پاره میشه، نمیدونن به پدر برن، به مادر برن و خیلی صدمه های خیلی سختی بچه‌ها میخورن. به نظر من، منم یه آمار خوندم در اروپا به خاطر که خیلی پدر مادرشان طلاق گرفتن، تصمیم میگیرن ازدواج نکنن، تصمیم میگن که بچه دار نباشن. میگه بچگی من و تجربه من اینقدر تلخ بود، نمیخوام اینه به بچه خودم این چیز بکنم. پس یک ضربه بزرگ به اجتماع میزنه که خیلی ها ازدواج نکنن، چون پایه جامعه واقعا خانواده است. اگه خانواده نباشه واقعا همه چیز میپاشه. بعد اون پسر که در این خانه بزرگ میشه میبینه که اون روشی که پدرش به زن داشت، شاید همون روش رو تکرار کنه، یعنی بی احترامی بکنه به زن، ارزش زن ندونه به خاطر چی خونه خودش اینطور نکنه. پس بچه ها واقعا لطمه میخوره و اعتماد نفس بچه و اون احساس با ارزش بودن از پدر مادرش میگیرن. اون حالتی که بین پدر مادر هست واقعا رو بچه را شک میده. این خیلی خیلی مهم است. پس میدونم کلیسا هم یه خدمت به این بچه ها داره، فکر کنم که اگر پدر نیست، ما که مرد هستیم کمک کنیم این جوانایی که بی پدر هستن که با یه مردم، یه مرد خدایی هم آشنا داشته باشن. خب چه اثر دیگه فکر کنی طلاق میذاره؟ یعنی چه مشکلات دیگر ایجاد میکنه؟ من فکر میکنم کلن تلخی، یه بدبینی در روح انسان میریزه، یه بدبینی به اگه زن باشی به مرد، اگه مرد باشی به زنا، ارزش زن رو میاره پایین که خب این نشد، حالا میرم پلی یکی دیگه، چه فرقی داره زن، این زن، اون زن، ارزش زن رو میاره پایین و همه صدمه میخوره به همونجور که شما گفتین، نه فقط به اون نفس، به خانواده، حتی به اطراف، به جامعه، به دورورمون. یعنی فقط اثرش ما خودخواه فکر میکنیم این من نخواستم، این اون احتیاج من رو برآورده نمیکنه، ما فقط راجب خودمون فکر میکنیم، ولی برای دیگران هم فکر میکنیم. تو کلام خونده بودیم برام که میگه خدا میگه که قربانی های شما پذیرفته نشه، یعنی میگه
عبادت شما قبول نمیشد. این حرف خیلی سنگینیه. منظور ملکی چی بوده که وقتی در حال طلاق هستید یا طلاق تمام شده این اثر میذاره روی رابطت با خدا؟ چجوری فکر میکنی ارتباط ما با خدا لطمه میخوره در این مورد طلاق؟ من فکر میکنم اون رابطه ما هم با خدا شکسته میشه، برای اینکه اون نااطاعتی به وجود میاد. چون ما هر موقع شام خداوند رو میخوریم میگن اگر رابطه ایت خرابه، اگر با کسی مشکلی داری، اول برو رابطت رو درست کن، بعد بیا این شام رو بخور. پس وقتی که ما قربانیامون رو میدیم، اون هدایای خودمون رو تقدیم میکنیم، پس اگر یک طلاقی وجود داره، اگر یک گناهی وجود داره، پس اونم اثر میذاره روی پرستش ما. درسته. و خدا به نظر من خوشنود نیستش، همونطور که تو کلامم میگه. درسته. میگه من اونا رو قبول نمیکنم. بله. شاید به خاطرم که یک نفرتی یا یک کینه تو دل ما مونده، شاید به نسبت به جنس مخالف که شما گفتید، و شاید از خود خدا. بعضی من گفتن که خدا چرا اجازه داد که من این سختی بکشم؟ من با ایمان، با نیت خوب، با آرزوی خوب آمدم، خودم دادم به این مرد یا دادم به این زن، فکر کردم اراده خدا بود، دعا کردیم، همه ما تایید کردیم، خواست خدا بود، بعدا چرا این شد؟ اصلا چرا خدا اجازه داد این اتفاق باشه؟ جواب ما چیه فکر میکنید؟ چرا خدا اجازه داد؟ بله، از دست خدا دلخور میشن. میشن. و ولی خب خداوند اجازه میده ما تصمیمای زندگی خودمونم همش تقصیر خدا نیست. همش تقصیر خدا نیست، اراده آزاد به ما داده و به ما انتخاب داده. گفته یا میتونین وایسین یا میتونین برین کار خودتون رو بکنین. و ممکنه راحت تر باشه این همه تقصیر خدا بندازیم، گردن خدا بندازیم. ولی حتی اگرم به اون را بریم، خداوند حلش رو نشون داده به ما. و هر جوری هم باشه اون بخشش، اون ساختگی، یعنی خداوند چیزی شکسته رو دوباره نو میکنه. بله بله. و بهتره به گذشته همیشه نگاه نکنیم، بگیم چرا این، چرا این شد، چرا اون شد. بیا با امید با قدرت خداوند، فیض خداوند نگاه کنیم. شاید میتونیم دلخور از خودمان باشیم. بله. چرا من نتونستم بله این مرد رو قانع کنم، این زن رو راضی کنم؟ چه عیبی در من بوده؟ بله. پس من فکر شاید خدا رو باید ببخشیم. منظورم بخشیدن خدا این نیست که خدا عیب کرده، بدی کرده اون، اما اجازه داده این اتفاق شد. شاید خودم باید ببخشم. شاید فکر کنم که من کم آوردم، من شاید توجه نمی کردم، شاید من اونقدر مشغول کار بودم که نیازهای زنم را جدی نگرفتم. اینم هست، نه بخشش خودم. چیکار کنی وقتی که ناراحتی ما با خودم هست؟ برام به حضور خدا بیایم، با قلبی شکسته زانو بزنیم و از خدا بخوایم که واقعا این قلب شکسته ما رو التیام بده و زیر پای صلیب عیسی مسیح ببریم و ازش طلب آمرزش و بخشش کنیم. شاید هنوز تو دل ما این فکر بود که من باید خدا رو راضی کنم که منو به قبول کنه. اما در این مورد دیدیم که ما از هر لحاظ نتونستیم خدا راضی کنیم، فقط فیضش مونده، فقط رحمتش مونده. متاسفانه بعضی وقتا تو این شکست‌ها قدر این نجاتی که از خدا داریم حس میکنم. که من همه چیز خراب کردم، من نتونستم خدا بند، اما تو هنوز من رد نمی کنی، تو من دوست داری، من کمک میکنی و من هدایت میکنی. و دعا میکنم این خدا بند که زخمه های من شفا بده، هویت من دوباره بساز. میخوام بقیه عمرم تو را خدمت بکنم. پس آخر خط نیست طلاق. جای خوب نیست، جای سختیه، جای بدیه، اما آخر خط نیست، نه؟ پس چه نصیحتی شما میدی به یه زنی که رها شده، ایمانش هنوز شاید ضعیف باشه، اما چند تا بچه داشته باشه؟ چه تشویقی بهش میدی؟ میدونین تو کلام گفته که سختیایی که ما تو زندگیمون داریم، خداوند همه اینا رو استفاده میکنه که به ما امید بده، شخصیت ما رو بسازه، زندگیمون رو یه جوری بهتری درست بکنه. و یه جوری انگار
هر چقدر سختی بیشتر باشه قدرت و جلال خدا بیشتر میشه. و پولس میگه این نیست که بریم بیشتر گناه و سختی بیاریم تو زندگی، ولی این امید به ما میده که هر چقدر سخت‌تر باشه، هر چقدر مشکل‌تر باشه، بدونین و ایمان داشته باشین که جلال خدا، قدرت خدا به طور بیشتری میریزه تو زندگیمون. پس این امید رو از دست ندین، اولین. دومین، در دعا همیشه باشین. و سومین، تو خودتون نباشین، برین به کلیسا، برین به رهبرا و کمک بگیرین، دعا بگیرین، تو تنهایی نمونین، خودتون رو دور نکنین. یه دعای برای زنها بکن که امروز تنها هستن، گوش میکنن به این حرفا، میگه بابا اینا همه خارج از توانی من بوده، دعا کن که خداوند اینا رو بلند کنه و نجات بده. دعای خیلی کوتاه. پدر جان شکرت میکنم برای جلال تو، برای محبت تو، برای قدرت تو، برای حقیقت تو. دعا میکنم واسه تمام زنایی که الان دارن تماشا میکنن و خودت دلشون رو میدونی، خودت همه جزئیات زندگیشون رو میدونی، دردشون رو میدونی، زندگیشون رو میدونی. و خداوند دعا میکنم که آرامش خودتو الان بریزی، حکمت خودتو بریزی، امیدی که تو برای این تک تک این عزیزان داری تو دلشون پر باشه با اون امید، و نشون بده بهشون حتی امروز، نشون بده که برنامه‌ای و آینده‌ای پر جلال و پر شکویی براشون داری. و اینو دعا میکنم که به نام عیسی مسیح این زندگیشون به اون شکو برسه، به اون پری برسه، به اون کاملیتی که در عیسی مسیح داریم برسه، به نام عیسی مسیح. آمین. آمین. خب دوستان جایی نروید، ما به زودی برمیگردیم. دوستان عزیز خوشحالیم که با ما موندید و پیرو میکنید برنامه ها را. اگر دوست داشتید برنامه ها را و بخواستید بیشتر اطلاع داشته باشید، بیشتر این موضوع ازدواج مسیح را مطالعه کنی، این کتاب در اختیار شما میتونید بذارید، فقط تماس بگیرید با ما. در هر حال امیدوارم که این کتاب براتون یه برکت خوبی باشه و واقعا که خداوند در ازدواجتان کار کنه. خب دوستان چند دقیقه وقت داریم، من فکر کردم شما تمام این برنامه رو آمدید، گوش کردید، شریک بودید در صحبت‌ها. کیا جان چه کمکی برای خودت بوده؟ چه چیزایی روشن‌تر شد راجع به ازدواج مسیح؟ من چیز بزرگی که خیلی برام جالب بود این که بود که ارزش یک زن در ازدواج، در زندگی، چقدر خداوند روش ارجحیت گذاشته، چقدر بزرگ کرده، حتی تا حدی که به شوهر گفته که حاضر باشی واسه یه زنت جونتو بدی. و این واقعا دیگه بزرگترین ارزشی که خداوند میتونه روی زن بذاره. و زن واقعا اون چیزایی که خداوند گفته انجام بشه توی یه زندگی زناشویی واسه حفظ کردن زنه، واسه رشد کردنشه و واسه اون هدفی که بعد برسه برسه. و اینم فهمیدم که ارزش زن این نیست که بستگی داشته باشه به شوهرش، یا اگه شوهر داشته باشه، یا تو هر شریعتی باشه، ارزش یک زن در حضور خداوند بالاست و خداوند هدف داره و با کمک خدا به اون هدف میرسه هر جوری باشه. خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی فکر خوبیه که واقعا در کتاب مقدس خداوند واقعا زن را بلند کرده به نسبت به فرهنگ اون روز و به نسبت به فرهنگ امروز. ما با هم دیگر نمی جنگیم، با هم دیگر رقابت نداریم، هر یکی ما یک دعوت خاصی داریم از خداوند. بله. ما هر دوتا مساوی در حضور خداوند. برام شما به عنوان یک شوهر، یک مرد، چه چیزایی برای شما کمک بود و فکر میکنی که میتونی به کار ببری، عملی بود براتون؟ والله کلام خدا همیشه عملیه، یعنی خداوند احکام خودشو نمیذاره بعد بگه خب
خودت برو یه جوری پیدا بکن راه تو. و چون کلام خدا عملیه و میدونم که ازدواج هم یه چیز خیلی مهم و اساسیه برای خداوند، یه چیز پیش و پا افتاده نیست، و من واقعا با دعا همیشه به حضور خدا میرم و از خدا میخوام که همونطوری که اول برنامه هم گفتم که شما پرسیدین چه انتظارات داری، که خداوند قلب منو عوض بکنه، نه اینکه سیچویشن اون موقعیتی که توش هستم عوض بشه. و توی هر سیچویشنی موقعیتی ما باید قلب خودمون رو آزمایش بکنیم و به خدا نزدیک بکنیم. و واقعا این درس‌ها خیلی به من کمک میکنه که واقعا اون جای خالی قلب هر انسانی باید با خداوند پر بشه، و وقتی که با خداوند پر بشه دیگه اون موقعیت‌ها خیلی راحت میتونه درست بشه و از این موقعیت‌ها خداوند جلال پیدا میکنه. و ما همونطوری که اون سه جوون یهودی میرن توی کوره و اونجا توی اون کوره میسوزن و نبوخذنصر میاد و میبینه که یه نفر چهارم هم توی کوره بود پلوشون، و توی زندگی زناشویی یه نفر سوم که خود عیسی مسیح هستش در کنار ما هست. ما فقط باید از او بخواهیم و ازش بطلبیم که توی موقعیت های سخت به ما کمک بکنه. و اون سه تا جوان هیبرو وقتی اومدن حتی لباسشون هم بوی دود نگرفته بود. یعنی اینقدر خدا میگه تو مشکلات میافتید ولی من با شما هستم. پس این حقیقت که اگر در ازدواج مسیح هم زن و هم شوهر هر به پای عیسی مسیح مرتب بیان، خیلی مسئله حل میشه. نه نقطه اصلیه فروتنی و این چیزا. من از درسای خودم یه استفاده کردم. خدا روش ما درس میدیم، به خودم هم درس میدیم. اون شش تا نیازهایی که زن نمیگه و انتظار داره شوهرش بدونه، اینا منو کمک میکنه که تو فکرم همیشه هست که اینا نیازهام زن نمیگه بهم، اما این نیازها هستن. نیازها و یه چیزی من خیلی کمک کرده طول ازدواج خودم، با هم دعا کردن. صبح، عصر ما همیشه با هم دعا میکنیم. آیا چیز دیگه بود که شما استفاده کردید؟ من اون قسمتی که کلیدای ازدواج خوشحال داشتن، چجوری میتونیم ازدواج خوب و خوشحال داشته باشیم، اینا خیلی مهم بود. یکی این بود که با پرستش خدا رو با هم لذت ببریم، با هم پرستش بکنیم خدا رو. و گفتیم که این پرستش فقط تو سرود نیست، ولی توی چیزای دیگه هم دعا کردن و همه جور هست. از هم دیگه لذت ببرین، وقت بذارین با هم دیگه. این چقدر مهم بود که زندگی مشغول میشه، سخت میشه، وقت نمیذاریم واسه هم دیگه، ولی این خیلی مهمه که این کارو بکنیم. و سوم اینی که خدمتی با هم بکنیم تو کلیسا و از خدمت کردن به خدا لذت ببریم. اینا خیلی چیزایی بود که اساسیه که ما میتونیم برگردیم خونمون یا هر جا هستیم بریم بگیم خب من این ستا رو چجوری میتونم، و با این ستا شروع بکنیم. و این خیلی کمک کرد به من. ایرانی میگیم به پا به پا پیرشید، من میگیم پا به پا خدمت کنید. و واقعا وقتی که پا به پا خدمت میکنی، از اینکه توجهتون روی خدمته، کمتر از هم دیگر عیب میگیری، کمتر با هم مشکلات، چون هر دوتان هدف خدمته، خود دادن به مسیح و دیگران. این خیلی خیلی خوبه. پس چیز دیگر داری برام که بگی این کمکی بود؟ این همین. میخوام تشکر کنم از شما که در این سفر با ما بودین و این مطالب رو جمع کردین، تو این دفترچه گذاشتین که ما بعداً هم بتونیم بهش مراجعه کنیم، اگه چیزی فراموش کردیم دو مرتبه بتونیم یاداوریمون بکنه، چون ممکنه یه چیزایی از قلم بیفته تو فکر. کتاب منو داره تبلیغات میکنه. تبلیغ نیست، حقیقته. نه، این کتاب در یه جایی جمع شده، تمام این درس‌ها اونجا به یه صورتی اونجا جمع شده. نصیحت خاصی داری برای زن مسیحی؟ نصیحتم این هست که واقعا فکر نکنین که
ازدواج چیزی که راحته. اول آدم همه میریم با لباس عروسی و خوب و خوش، فکر میکنیم که دیگه تا آخر عمرمون آرامش و همیشه به این خوبی و خوشیه، ولی واقعیت اینه که سخته و شیطون میخواد بیاد همیشه به هم بزنه، ولی ما باید امیدوار باشیم و همیشه در دعا باشیم و بدونیم که مشکلای ما چیز غیر عادی نیست، ولی خداوند میخواد کمک کنه و به ما کمک خودش به ما بده. پس من میخوام یک پیغامی به بیننده ها بدم که در هر جایی هستید، ازدواج سخت، ازدواج خوب، همیشه راه برای بهتر شدن هست. خواهش میکنم این کتاب را بگیری یا کمک بگیری از کتاب مقدس. ناامید نشید، خداوند نقشه خاصی برای شما داره. ممنونم که طی این برنامه ها با ما بودید و شما را میسپاریم به دستای مبارک خداوند و امیدواریم که فیض خداوند و برکت خداوند و آشتی های جدی تو زندگیت پیش بیاد. فعلا خدا نگهدار.